عاشقانه. با مژده حبیبی. درود فراوان حضور شما بینندگان عزیز و گرامی و با آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم. به برنامه عاشقانه خوش آمدید. من مژده حبیبی هستم، در برنامه دیگری از سری برنامه‌های عاشقانه در خدمت شما. اما در هفته‌ای که گذشت متأسفانه شاهد از دست دادن یک هنرمند برجسته و ارزشمند کشورمون بودیم. زنده یاد مرتضی احمدی، هنرمندی توانا در صنعت دوبله ایران، بازیگر سینما و تلویزیون و مهمتر از همه از اعضای اولیه پیش‌پرده‌خوانی و ضرمی‌خوانی در ایران. در برنامه این هفته عاشقانه از یکی از همکاران قدیم زنده یاد مرتضی احمدی دعوت کردم که تشریف بیارم به برنامه عاشقانه تا از زبان ایشون کمی بیشتر با این هنرمند بزرگ کشورمون آشنا بشیم. خانم نادره سالارپور، هنرمند توانای عصر طلایی دوبله در ایران. سلام، بسیار خوش آمدید خانم نادره. سلام نادره سالارپور، مرسی از دعوت شما. قبل از هر چیز متاسفم که سرما خوردم. از دو تا از دوستای خیلی خوبم هم در تلویزیون ها معذرت میخوام که از من دعوت کردن و من متاسفانه نتونستم برم به خاطر سرماخوردگی. وقتی شما زنگ زدی نتونستم بگم نه. آخی. به دو دلیل، یکی این که به خاطر خود وجود عزیز شما، یکم به دلیل این که من حس کردم که وظیفه دارم که در مورد این استاد چند کلمه حرف بزنم و البته هر چی که بگیم از این بزرگان کمه. واقعا اینقدر اینها یک فرهنگی رو با خودشون بردن که یک تاریخچه خیلی مهم و خیلی پرارزشی هستن از فرهنگ و هنر ایران که خب آدم واقعا دلش میسوزه با از دست دادن این عزیزان. بله کاملا. اولا ممنونم که با حال سرماخوردگی و میدونم که حال خوبی نبوده تشریف بردین، لطف کردید. هوای لس آنجلس یه خورده زیادی آلوده شده در هفته گذشته، من خودم هم مریض بودم، ولی به هر حال اون چیزی که دوست دارم بیشتر بینندگان ما بدونن، صدای خانم نادره سالارپور رو در سالهای پیش از انقلاب همه ما در قالب شخصیت‌های داستانی محبوب کودکان در بخش انیمیشن بسیاری شنیدیم و لذت بردیم، از جمله نقشایی که خانم نادره سالارپور در اون در بخش دوبله فعالیت می‌کردن، مجموعه کارتونی پینوکیو بود که من خیلی دوست داشتم. صدای پینوکیو رو شما اجرا می‌کردید، پسر شجاع، و حتما شخصیت دیگه هم هست که خودتون بیشتر میتونید برای ما صحبت بکنید دربارش. بله، من خیلی کوتاه بگم چون اینقدر سخن در مورد استاد مرتضی احمدی هست. من بله از کودکی وارد کار دوبله شدم توسط شوهر خواهرم آقای منصور غزنوی که از دوبلورهای خیلی خیلی خوب ایران بودن، و خواهرشون مینو غزنوی که همچنان دوبلر بسیار خوبی هست. و خب شانس اینو پیدا کردم که در کنار این اساتید بزرگ بشم و یاد بگیرم ازشون. و اون موقع من کارم محدود بود به کار کودکان، برای اینکه خودم هم کودک بودم. و خب بله، پسر شجاع و پینوکیو از دو تا سریالای بسیار معروفی بودن که من جاشون حرف زدم. به غیر از اون تام سایر بود، لیلی بیتو، بلفی بود. خیلی خیلی اینقدر ما هر روز تقریبا میشه گفت که کار میکردیم و فیلم و سریال و کارتون و بچه ها که نمیدونم چجوری اسم ببرم چند تا کار کردیم. من یادمه که در مجموعه کارتونی پینوکیو شما با آقای مرتضی احمدی که ایشون در نقش
رباعی مکار رو اجرا کردن. درسته؟ آیا آشنایی شما با ایشون در همین زمینه بود یا اینکه پیشتر با هم آشنا شدید؟ نه خیر، من همینجور که گفتم، من وقتی که 5 سالم بود خواهرم ازدواج کرد با آقای قاسم. من از اون 5 سالگی وارد این دنیای جادویی همیشه میگم شدم و خب همه این اساتید رو میدیدم از بچگی دیگه تا بزرگ شدم. نه محدود نبود به پینوکیو، ما خیلی کار میکردیم، بسیار فیلم ها و سریال ها در کنار استادان، مخصوصا استاد مرتضی احمدی کار کردم. خب پینوکیو از همه معروفتر بود و اونجا من محصور بودم همیشه، واقعا هنوزم هستم. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که در اون دوران طلایی، در اون دورانی که کار ارزش داشت، همه احترام و ارزش خاصی قائل بودن برای کار، برای همین همه استاد شدن، برای اینکه واقعا با عشق با دل و جون کار میکردن، نه به خاطر مسائل مالی، نه به خاطر رقابت، همه با جون و دل کار میکردن. و من یاد گرفتم از این اساتید، اینقدر بزرگ بودن ولی اینقدر افتاده بودن، اینقدر احترام میذاشتن به همه، از کوچیک و بزرگ، به کار عشق میورزیدن، به مردم عشق میورزیدن، اصالت داشتن. میدونین ما شانس داشتیم که باشیم در کنار اینا، زیر دست و پاشون بزرگ بشیم. و خب استاد مرتضی احمدی از فلبداهگوهای کار انیمیشن بودن، یعنی مهم نبود که دیالوگ چه جوریه، میرسه نمیرسه، درست میگفتن، یعنی منتظر. ما اولا اونجوری نبود که تک تک بریم بشینیم کار کنیم، همه گروهی میرفتیم تو، هر کدوم 4-5 صفحه رول داشتیم، یه بار میدیدیم ضبط میکردیم، بعضی وقت ندید ضبط میکردن، یعنی ما مجبور بودیم از اینا یاد، ولی پا به پاشو نمیتونستیم ادامه بدیم. اینه که خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که من اصلا با وجود پر ارزش این آدما از نزدیک تونستم آشنا بشم. و من یادمه که سر کارهای دوبله که داشتیم، سر بین تیکه هایی که اگه کاری نداشتیم بیرون بودیم تو سالن، من از استاد مرتضی احمدی یاد میگرفتم که این ضربی چجوری من درست میخونم اینو. من چون ایشون استاد مرتضی احمدی پیش پرده خوانی رو آغاز کردن در تهران، میدونین در فرانسه شروع شد این کار اول، برای تئاترها به این نتیجه رسیدن که بین تئاترها یا قبلش یه تیکه های موزیکال آماده کنن که هم بامزه باشه، کمدی باشه، همین که مسائل سیاسی اقتصادی و نمیدونم اجتماعی توش گنجونده میشد. و خب این اومد به تهران و در تهران آغاز شد و استاد مرتضی احمدی یکی از بهترین پیشپرده خوانان بودن که اینقدر این کار گرفت توی تئاتر که از خود نمایش پر ارزش‌تر شد، یعنی مردم عاشق این پیشپرده خوانی ها شدن و این بین برنامه ها. و خیلی خیلی گل کرد. و استاد خطیبی، پدر فیروزه خطیبی، همکار عزیزمون در رادیو همراه، ایشون هم یکی از پیش پرده نویسان خیلی طنز خیلی خوبی داشتن، عالی بودن. ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیش ایشان جا، ارباب خودم سر تو بالا کن، توی هر دو چشم نهی ایشان جا، ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندیم، ارباب خودم چره نمیخندی، ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله، حاجی فیروزم بله، ساری یه روزم بله، حاجی فیروزم بله، مثل نیم سوزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم بشکن، من نمیتونم میتونی، چجوری بشکنم تق تق، چطوری بشکنم تق تق، اینجا بشکنم یار گله داره، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند،
پایین بودن قیمت‌های املاک، پایین بودن بهره‌های بانکی، افزایش اجاره‌ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون، به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک‌ها به علت وجود خانه‌های ضبط شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پرتجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-4726 و یا 858-634-4232. شراره شیروانی مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر هیوستون. هیوستون چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه‌های معتبر و برجسته، مرکز تأسیسات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزان‌ترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می‌شود. شهر هیوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی‌ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. و خب یک تاریخ، یک چیزیه که متاسفانه چندان دیگه بهش اهمیت نمیدن در جامعه. اینا کمرنگ شدن این کارا و خب خیلی متاسفم. البته یه چیزی بهتون بگم، هر چقدرم که ارزش قائل نمیشن، اونجوری اهمیت نمیدن، ولی توی رگ و خون ما این دویده وجود داره. یعنی تمام خونه های ایرانی از هر قشر و طبقه اینا رو دارن و رو چشمشون میذارن، خیلی هم دوست دارن، تفریحشونه، شادیشونه، خاطراتشونه. و خب بیشتر این چیزی که واقعا در کارای زندگیات مرتضی احمدی من میشنوم، مخصوصا همون پیشپردخانی یا ضربی خانی، شادمانی هست. یعنی اولین چیزی که آدم حسی که میگیره حس شادی و زندگی و پیوند با فرهنگ عامیانه، حالا تهران بیشتر. بله، تهران. که ما خیلی خب خیلی شاید باهاش آشنایی نداشتیم و در واقع این آدم با اونچه که خلق کرد یک پیوندی پلی زد بین نسل جوانتر و فرهنگ عامیانه قدیم ایران، تهران. فکر میکنم هر کدوم از این هنرمندانی که میان و اینجوری خاص میشن، خب بی خود نیست. اینها میان با یک عشق و علاقه، اینقدر این عشق و علاقه در وجود استاد مرتضی احمدی زیاد بود که خانواده طرد کردن، گفتن ما نمیتونیم بپذیریم که تو میری کار تئاتر میکنی، نمیدونم ضربی بخونی، پیش برده نمیخواستن. و خب از نوجوانی جدا شدن از خانه، با اینکه هیچ وقت غالبا جدا نبودن، خیلی دوست داشتن خود، ولی به این خاطر این عشق در وجودشون انقدر سرشار بود. خوشبخت آدمایی که از اول میدونن چیکارن، میرن دنبالش، واقعا خوشبخت. و بعد رفتن و تئاتر برای خودشون راه انداختن و شروع کردن پرده خوانی. بعد منتها به یک چیز بسنده نکردم، در رادیو یکی از بهترین هنرپیشه‌های رادیویی بودن، در کنار نوزری، آقای همه صبح جمعه ما شما رو من یادمه. بله، همشون. نمیخوام دو سه تا رو فقط اسم ببرم، همشون واقعا. و خب اونجا با بهترین هنرمندا کارهای فکاهی انجام میدادن، بعد در تئاتر کار میکردن، در دوبله کار میکردن، خودشون مستقل کارهای بچه‌ها تولید میکردن، قصه های خیلی زیبایی تولید کردن. یعنی اینقدر این آدم پربار بود، اینقدر هم سالم بود از نظر فکری و بدنی که خب خوبم عام کرد. خیلی علاقه ورزش داشتن. بله،
او از همه مهمتر پرسپولیس. من عاشق پرسپولیس، من خودم پرسپولیسی ام. ما عمو مرتضامون رو از دست دادیم واقعا، کسی که همیشه حمایت خیلی سفت و سختی میکرد از یکی از قسمت های مهم زندگیشون ورزش بود که خیلی همه ما پرسپولیسیا عاشقشون بودیم. بله. چی بگم، فقط قصه من از اینه که من برای مردن زیاد قصه نمیخورم، مخصوصا برای چنین انسانهایی که قصه همیشه نداره هستن. بله. با یعنی آثارشون همیشه ولی برای زنده خودمون قصه میخورم که اینها میرن و جایگزینی هم پیدا نشده براشون و خب این قصه. ماجراهای سندباد، این داستان یک غول در صحرا. دوشید خانش بیو های موز تو مکشی نو کتو بگیری بقیه خواهی گوشی بریم یا زبط کنیم مانا بخواه گوشی بریم یا بخواه گوشی بریم یه گوشی هم برو. از شما متشکرم قول بزرگ. داستان از این قراره، سالها پیش یعنی 30 سال قبل من با همسر و پسر 10 سالم با خوشی در حاشیه شهر زندگی میکردیم. یه روز قرار شد که من برای تجارت به جایی دور از خانه برم. روزها گذشت و وقتی من برگشتم خونه دیدم که خواهر مطلقه همسرم منتظر من. اون گفت که خانواده من برای چیدن تمشک که به جنگل رفته بودند ولی دیگه به خانه بر نگشتند، متاسفانه توسط گرک ها یا ببر ها خورده شدند. 6 ماه گذشت و غم از دست دادن خانواده کمتر شد. چرا ما نباید بتونیم اون بزرگ داشته درستی که این آدم ها با این توانایی تونستن به ما این همه هنر ارائه بدن، ما چرا ازشون نمیتونیم قدردانی کنیم؟ چرا فیلمسازای ما دست به کار نمیشن؟ این سوژه ها قوی هن، محکم هن، 10 نفر هم برن فیلم بسازن ازشون کمه و فعلا که شرایط چنین است. ضربی خانی یا ترانه های طنز روحوزی از سالهای دور با افت و خیز هایی به حرکت خودش ادامه داده و از سال 1300 رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهرانیا بوده، با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی که هر یک در زمان خود پدیده این هنر استثنایی بودند، همچون محمد لوده، اکبر حاج‌آبدین، حسین حوله‌ای، حبیب سلمونی، حسن شمشاد، نعمت الله گرجی، رحمت واکسی، زبی سیا، مهدی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار و عده دیگری که جدا از آقای سعدی افشار همگی چهره در خاک کشیدند، به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گرد. صدای تهران در واقع ترانه های عامیانه تهران هست، درسته؟ ترانه های قدیمی زربیه. که بازخوانی بله، شده دیگه. ضربی خانیه دیگه، همش ضربی خانی خیلی تهرانیه. از همون روحوزی که بیشتر میگفتن، درسته؟ روحوزی نمایشه، ضربی خانی قصه های فکاهی کوتاه یا شعرهای فکاهی و طنز کوتاهیه که اجرا میشه، خیلی هم زیبا اجرا. میدونین من عاشق این کارم، من خودم هم چند تا اجرا کردم از این کارا برای بچه ها. و بله، مثلا استاد کنعان کیانی گربه نره در پینوکیو، خب ایشون هم به رحمت ایزدی پیوستن. میدونی اینا متاسفانه هیچ کی من ندیدم که جایگزینی باشن برای اینا و خب حیف. واقعا لطمه‌ای که به ما خورده 1-2-3-10 تا نیست، وقتی میریم به عمقش فاجعه خیلی بزرگتر از این حرف هاست که باشه با چند کلمه حرف زد، یا این آدم ها اینقدر عظیمن که با چند در چند گلمه نمی گنجن. اصالتی که داشتن، عشقی که داشتن، تواضعی که داشتن، اون به موقع محکم قایستادنشون، به موقع دملای تله ندادنشون، سالم موندنشون، اینا خودش هر کدوم یک کتابه.
بله، اون زمانی که شما شاید برای حالا اولین بار یا آغاز کارتون بود در کنار یک همچون شخصیت های بزرگی میخواستین کار بکنین، دچار دلهره نمیشدین؟ راستش من همچنان دچار دلهره میشم وقتی کار میکنم، ولی من وقتی بچه بودم اول متوجه نبودم. خب هنوز 7 سالم نبود، 2-3 سال همینجوری میرفتم در هر فرصتی با شوهر خواهرم میرفتم به استودیوهای دوبله. بعد که دیگه مدرسه رفتم خب کمتر میتونستم برم، ولی عاشق این کار بودم. من با اینکه بچه بودم از توی اتاق ضبط تکون نمیخوردم، همش میشستم اون پشت و اینا رو تماشا میکردم، لذت میبردم. نمیدونستم چیه، ولی میدونستم این عشق همجوری میجوشه میاد بیرون. و بعد چرا هر کدومشون هنوز هم که میبینم دست بلند میلرز، اینا استادایی هم که ماها رو راه انداختن. حالا ما خودمون سعی میکنیم کسای دیگر رو راه بندازیم. صبح شما بخیر. بله صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. هر دوی ما از رفتار بیادبانی که اون شب داشتیم وای ایداد بیداد. چطور مگه شما کی هستیم؟ مگه ما هم دیگر میشناسیم؟ نه 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 نه، هنوز این سعادت نصیب ما نشده. این گربه نره حافظش خیلی ضعیفه اینطوری. نه 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 نه، این که ما هم دیگر رو در بازار روز دیدیم واقعا تصادفی بود، مگه نه گربه نره؟ جناب روبا هرچی میگه درست. خب بفرمایید. هیچی چیز به خصوصی نمیخوایم، فقط میخوایم تو رو به خیمه شب بازی دعوت کنیم، مثل اینکه خیلی قشنگه. آه جدی میگی؟ به حرفای من شک میکنین، ما هیچ وقت دروغ نمیگیم، اینطور نیست گربه نره. آها البته معلومه هر چی ایشان میفرمایند. ای وای چطور شده؟ گوش کن، این صدا ها رو نمیشنوی؟ از طرف بازار روز به گوش میرسه. واقعا شانس آوردم. خیلی سخت بود اون زمان وارد کارهای دوبله یا کارهای هنری شدن، چون واقعا سختگیری هایی که میشد فکر میکنم خیلی لازم و درست بود. مرسی که اشاره کردی به این مژده جان، برای اینکه من شنیدم که بعضی از جوانهای ما گله میکنن که دوبلورها در دوبله رو بستن و نمیذارن کسی وارد بشه، در صورتی که واقعیت نداره. اولا خب مثلا خود من با اینکه از بچگی رفتم کلمه کلمه گفتم، کلی طول کشید تا قبول کنن که باشه منم میتونم دوبلور بشم. چند سال طول کشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کار پر ارزشیه، کار هر کسی نیست. بله. یه تکنیکی داره، یه سری یاد میگیرن با همون تکنیک شروع میکنن کار کردن، فکر میکنن دیگه دوبلور شد. در صورتی که هر اون فوت و فن کار خیلی مهمه، اون بازیگری، اونی که یاد بگیری چجوری با همه تیم ورک کنی، خود درست بازی کنی، با همه مطابقت کنی، خیلی چیزای مختلفی داره که آدم مراحل، برای همین خب سختگیری میکنن، باید هم بکنن. و ولی من الان عکسای دوبلورا رو که میبینم، میبینم که خیلی از اونا رو من اصلا دیگه نمیشناسم، نسل بعدی هم که وارد شدن هستن، زیادم هستن خدا رو شکر. و امیدوارم، من بهشون میگم که امیدوارم هر کدومشون یک استاد بزرگ بشن که بتونن خودشون استادای آینده رو تربیت کنه. بله حتما، به امید خدا. گلپر جون گمشا قوت جون دوشا آخر چجور دور بشم، اگر میگی کور بشم، دلت میخواد گم بشم، روز با تو مردم بشم خانوم جون. مرتضی احمدی بازیگر سینما هم بود و برای اولین بار در سال 1332 در سینما در فیلمی به نام ماجرای زندگی به کارگردانی نصرت الله محتشم به ایفای نقش پرداخت و پس از اون در بسیاری از فیلم‌های سینمایی در کنار چهره‌های مطرح آن روز سینمای ایران بازی کردند، از جمله ناصرالدین شاه اکتور سینما، مطرب، شیرین و فرهاد، کلا قرمزی و پسرخاله، گراند سینما و بسیاری دیگر، و همچنین در مجموعه‌های تلویزیونی خواستگاری پرماجرا، زیر بازارچه، آرایشگاه زیبا، سلطان صاحب قران، شکرستان و مجموعه‌های بسیار دیگر. این طور خانم آدم تو چشمون زیر پای من الهی ذلیل نمیری زن چیه اسلام؟ خیلی شنگولی به فکرم رسیده خودمون یه دسته بشیم و تو جشنم عروسی ها کار کنیم. فکر کردم پرویزم میاریم، نادیارم راضی میکنیم، آقلاز رو چند کاریم با خودمم میشیم یه رسته مشتی تمیز. الحمدلله 2000 کرون شد که تو این شهر تموم 365 روز آها هست. بالاخره نگفتی نظرت چیه اسکندر؟
چه میدونم. خب برم با برای بچه حرف بزنم. برو بزن. خب مرتضی احمدی در سال 1334 با یکی از همکارانش به نام زهرا جوانشیر ازدواج کرد و صاحب دو فرزند با نامهای مازیار و آزیتا شد که متاسفانه همسرشون رو در سال 1350 بر اثر بیماری سرطان از دست داد. از جمله فعالیت‌های دیگر مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه یا فولکلور تهران هست که او در این زمینه کتاب‌های کهنه‌های همیشه نو، فرهنگ برای بچه‌های تهران و پرسه در احوالات تهران و تهرونیا را تألیف کرد. افزون بر این زنده یاد مرتضی احمدی برخی از قدیمی‌ترین ترانه‌های کوچه بازاری تهران را به صورت ضربی‌خوانی بازخوانی کرد. از مرتضی احمدی میش از 400 ترانه ضربی و 150 ترانه فکاهی به یاد مانده است. روانش شاد و یادش گرامی. خانم سالارپور بسیار خوشبختم و خوشحالم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. خانم نادره سالارپور همکار من در رادیو همراه هستن. واقعا همکاری با شما برای من افتخاری هستش. مرسی جان، شما خودتون خیلی توانا و دانا و خیلی یکی از بهترین ها هستین در کار خودتون و من واقعا بهت افتخار میکنم. ممنونم از لطفتون و حتما در برنامه دیگر از شما دعوت خواهم کرد که کمی بیشتر درباره کارهای فعالیت‌های خودتون در بعد از اینکه به قربت در واقع آمدید ببینیم که چه کارهایی کردیم، بیشتر با هم دیگه آشنا با کاراتون آشنا بشیم. سپاسگزارم از شما. و تشکر می‌کنم از شما بینندگان عزیز برای توجهتون به این برنامه. تشکر از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چون ما شوی بدانی. تا برنامه دیگر، روزگار خوش، دوستتون دارم. عاشقانه با مژده حبیبی.